عشقای دل من، سلام، خوش اومدین به ویدیو جدید. امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون عالی بشه. عشق دل من این بچه‌ام، خوب امروز اومدیم این موت لژندری خفنی که بازی کلشال با ورود به لیگ چهارم تالار شهرت بهمون میده رو دریافت بکنیم بچه ها. چون که خب توی کلرم من میبینم بچه ها کسی دریافت نکرده جز یه نفر، بقیهش که اکانت خودمه، ولی خب بقیه بچه ها کلن دیدم که نگرفتم، برای همین گفتم بچه ها ویدیوشو بگیرم واسه تون اطلاع بدم که آقا همچین ایموتی هست و ایموت با ارزشی هم هست بچه ها، چون خب لژندریه و بازی کم پیش میاد خواد ایموت لژندری به پلیگرا بده. حتما سعی بکنه دریافتش بکنین و عشق دل منه. بریم بچه چند تا بتل بزنیم با اوکسایکل. ویدیو پوش نداشتیم بچه ها، چون که خب من تو ویدیو قبلم گفتم آخر سیزن بچه ها خیلی بهم زد دنداخت و اینکه آخر سیزن 4 تا بچه ها من گران زدم که هر 4 تاش 11 وین شد و کامل نشد، سر همین کلا خیلی حسالم پرید بچه ها. خیلی انرژی منفی گرفتم و خیلی اذیت شدم سر پوش، خیلی اذیت شدم و کلا سال بتل زدن نبود، سر همین متاسفانه ویدیو پوش نذاشتیم. ولی خب به جاش تو این سیزن بچه ها واسه تون چند تا ویدیو گرم با اوکسایکل میگیرم برای جبران اون. ماسکیتر رو میندازیم، آشیس بیلت هم باید بندازیم بچه ها وگرنه دمیج رو میزنم. بله آشیس بیلت خیلی خوبی انداختیم اینجا بچه ها. تسلاش هنوز سایکل نشده، بله هنوز سایکل نشده بود، من سری از این موقعیت استفاده کردم و حمله رو انجام دادم، نیازی به لاگ نیست بچه ها. باید گابلین بچه ها کینگ تاور رو اکتیف میکنیم، چون جلو این دک اکتیف کردن کینگ تاور بسیار مهمه، چون که خب هوگ داره دیگه بچه ها. شما یه آشیسپیرت هم بندازی اینجا، کینگ تاور و تاورت با هم میزنن هوگو و بدون دمیج دفاع رو انجام میدیم. الان اگر هوگ بندازی بچه ها دقت بکنیم، یه کانون اینجا برم رو آشیس بیرید، حتی زلزله هم بزنه باز شما دفاع رو انجام میده. ولی خب آشیس بیرید تو بچه ها باید به موقع بندازین، وقتی هوگ اینجا سوگو فریز بکنه، اگر هوگ اینجا باشه هوگو فریز بکنه بچه ها نمیتونیم بدون دمج دفاع رو انجام بدین. خب ماسکیتر از عقب الان تسلا دستشه بچه ها، برای همین هوگ نمیندازیم چون بیفاید است، براحتی تسلا میندازه، ماسکیتر از عقب میندازیم. دو تا کار دیگه باید بچرخونه تا هوگش بیاد، چون یه زلزله انداخته و به همراه یه والکری فایبال آماده است برای فارکرکر. فارکرکر خوبی انداخت، جوری میندازیم که از ماسکیترمون محافظت بکنه هوگمون. خب تسلا شد بیر انداخت اونجا و ما یه لاگ روی فارکرکر میزنیم، امیدوارم بخوره. بله زمان بندیم درست بود، کنون من با ماسکیتر دمج نمیزنه بچه. بله هوگ رو از عقب میندازیم، میخوام هوگو سایکل بکنم و اسکالم از جلو. اینجا باید والکری بندازیم، فایبول آماده است برای تسلا و فایرکرکر با هم. روی یه تسلا نمیزنم بچه، بله روی یه تسلا به تنهایی ارزشی نداره، ولی خب فایرکرکر هم مینداخت میزدم. اینجا بدون دمج بازم دفاع میشه، که این تاور اکتیو باشه بچه خیالتون راحته و خیلی بهتر میتونیم بازی بکنیم. آش اسپریت رو میندازیم، امیدوارم بزنه یه دونه رو. فایبال برای اسکلت، نه فکر میکردم اسکلت میندازه، ولی خب تسلا انداخت، خوب کاری کرد. یه دونه میزنه هوگش، ولی خب ما الان سری سایکل میکنیم، ولی خب این تسلاش سایکل شده. بله ماسکیتر بعدی احتمال هوگه هست. خب الان بچه تسلاش سایکل نشده، ما سری باید از این موقعیت استفاده بکنیم، لاب رو میزنیم و همراه هوگ. احتمال که تسلا بندازه هم هست، ولی فکر نکنم، نه انداخت. آج سپیرت اونجا میندازیم یه ماسکیترمون بزنتش. بله خب یا اسکالم کانون هوگ بعدی زلزله انداخته، اکسی باید کم بیاره بچه ها الان. بله برای تسلا اکسیر کم آورد و هوگ ما چسبی، دقت کردیم بچه ها، تا دیدم زلزله انداخت حتی میزدم اکسیر کم بیاره. تکلیف شوک زلزله از زده مونه، ولی خب چون کینگ تاور اکتیف کردیم بچه ها خیلی آسون دفاع رو انجام میدیم و اذیت نمیشیم. اگر کینگ تاور اکتیف نمی کردیم کارمون سخت بود،
فایبال میزنه روی تسلا. بله عجب فایبالی زدیم. سری کنون ماسکیتر میبینیم بچه، خیلی آسون بوگش یه دونه میزنه چون فایرکرکرش کنونمون رو زد. خب یه فایربال میزنیم به همراه لاگ، فورسایکل میخوام بکنم بچه. یه کنون ماسکیتر بعدی نمیتونه کاری انجام بده. فایربال بعدی و جی جی بچه، خیلی آسون زدیمش، با دمج کمتری هم میتونستیم بزنیمش، ولی خب زیاد دستم گرم نیست. بهتون نشون بدم الان تازه بیدار شدم، چند تا بتل زدم دیشب، کلان همه رو با ساقی زدم اومدم تا اینجا. همه رو سه کردم با ساقی. بریم بچه برای بتل بعدی. این سیزن بچه ها خیلی میخوام زود تالار شهرت رو تکمیل بکنم روی بقیه اکانت هم، و تو همین دو سه روز آینده میخوام کارهاش رو انجام بدم. تو لوکال که هنوز کسی تکمیل نکرده، میخوام خیلی زود تکمیلش بکنم بچه، که بریم توی رنگ ویدیو خفن بگیریم. چون خب میگم سیزن قبل با اوکسایکل نزدیم، به جاش این سیزن میخوام جبران بکنیم بچه. خیلی اوکسایکل داریم، عشق اوکسایکل عشق. خب دوباره بچه اینجا سریع اوگش یه دونه بیشتر نمیزنه، یه دونه هم نذاشتم بزنم یا اسکالم، ولی باید میدونم اکتیو بشه. اگه بشه آدیه بله مرسی. آیسکالم خیلی خوبی انداختیم، تونستیم کینگ تاور اکتیو بکنیم. اینجا اگر زب زده والکیری سری حمله، سری حمله اکسیرش خالی بشه. یه گابلین بله بشه، دقت کردیم سری حمله کردم، چون خب با اکسیر خونی متوجه شدم که چند تاریف اکسیر دارم. سری لاگ رو میزنیم. اسم میکنم بچه ها زلزله هم داره این دک، حس من اینو میگه، ولی خب همون اول کار اگر دقت بکنیم من کینگ تاور اکتیف کردم و الان خیالم دیگه راحته بچه ها. والکری هوگ فارکر اکر فریز میریم برای هوگ بعدی بچه. نیازی به کارت دیگه نیست، فارکر اکر یه دونه میزنه ولی خب مهم نیست. میبینیم بچه ها خیلی آسون ماسکیتر نگه میدونم برای هوگش یا اسکاله. بچه ها ممکنه فیلیز بزنم، ماسکیتر آماده است. البته حالا که کنانمون سایکل شده از کنان استفاده میکنیم. کینگ تاور اکتیو بچه ها، نمیتونه فیلیز بزنم، اگر بزنه نمیتونه کاری انجام بده. سری میریم برای حمله از سمت چپ، فایبال آماده است برای زپیز، سری فایبالو میزنیم و جی جی بچه. ماسکیتر بچه از بالا، چرا از بالا؟ تو هم روی ماسکیتر و هم روی تاور هم نتونه فریز بزنه، دقت کردیم بچه ها؟ فقط روی ماسکیتر تونست فریز بزنه و اینکه کنون رو دیر انداختن بچه ها. تا بیاد اینجا بیسته و کنونم رو بزنه، تا کینگ تاور هم بهش دمیج بزنه بچه ها. این نام نکته است و رعایت بکنین. کنون از اینجا خیلی آسون سوار بازی هستیم، حریفش کاری نمیتونه انجام بده. یه گابلین اینجا که چیزی نندازه، یه فایربال بچه. با همین راحتی ترکیب علیف و شکست دادیم. میگم بازی با اوکسایکل بچه ها خیلی لذت بخشه، فقط کافیه که کم به درکی از این ترکیب برسیم بچه ها. اول سخته، ولی خب وقتی من درکه میرسین یعنی میدونیم چه کارتی کجا بندازیم، بازی واسهتون لذت بخش میشه. آره خلاصه بچه ها زود تموم بکنیم تالار شهرت رو، و تو لوکال هم که بعید میدونم بله کسی هنوز تموم نکرده، تو گلوبال هم 9 نفر مثل این که تموم کردن. بریم برای بتل بعدی. اگر تا به اینجای کار از ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و واسم کامنت بذارین. خیلی ممنونم ازتون بچه هم. آج اسپریتش رو ویل میکنیم. یه هوگ از سمت راست، آج اسپریت و جلاد میتونه هوگ نادو باشه. نه دیگهش دست سازه بچه. ماسکیتر رو میندازیم، گابلین آماده است برای پرینس.
یکی از مزایای گابلین اینه که بچه شما دیگه نگران نیست حریف زپ بزنه، ارو اذیتش میکنه، ولی خب نگران نیست که حریف بخواد از زپ استفاده بکنه. لاگ رو میزنه روی دارت گوبلین، ولی خب بچه شده به خاطر گابلین ببازم. هوک سایکل به هوک سایکل ترکیبم سنگین تره، توی فایر سایکل کم میارم، اون به فایربال بیشتری میزنه و بازی رو میبازم، یا توی ایکس بو بچه ترکیبم سنگین تره، شده بعضی وقت اکسیر کم بیارم. میگم مزایای خودشو داره، ولی خب معایبش هم داره بچه. خیلی شده من ببازم سر گابلین و خیلی هم شده وین بگیرم، چون خب با زخم نمیمیره، خیلی هم شده وین بگیرم بچه. ولی خب با اسکلت فرقی نداره، منم خودم الان چند روزی به فکرم رسید دوباره با اسکلت بزنم، ببینم چی میشه. حالا چون با گابلین دستم گرم شده فعلا با گابلین میزنم، لاگ باید بزنم چون قاعدتا نمیذاره ماسکیتر دارت گابلین رو بزنه. بله خب هوگ رو میندازیم، الان جلاد داره و همراه شاید کارتی داشته باشه که رو نکرده باشه، مگانایت. بله حدس میزدم بچه ها معمولا این دکا مگانایت دارن و چون جلاد داره باید تورنادو هم داشته باشه، اگر نداشته باشه عجیبه. بچه ما اینجا از کنون باید استفاده بکنیم، چون کارتا کارتای زیادی هم، ماسکیتر به تنهایی از پس این کارتا بر نمیاد. یه گابلین برای پرینس، اگر نندازم ماسکیتر رو ازم میگیره. خیلی آسون بچه، هول نکنیم، لاب رو میزنیم، اینجا احتمالا سه اسکلت هم بندازه. نه الان سه اسکلت میندازه. بله هول نکنیم بچه، اصلا هول نکنیم، هیچ ترسی نداره اوک سایکل. ماسکیتر این بار از اینجا بچه، چون ممکنه فایربال چیزی بزنه، جوری میندازیم که هم ماسک و هم کنانمون با هم نتونه بزنه و اینجا کارت دیگه نمیندازم چون نیازی نه. فایربال آماده است برای جلاد، سری فایربال رو میزنه. میبینیم بچه، میدونستم کارت جز جلاد نداره، فایربال تمیزی هم زدیم، ماسکیتر هم چند تا زد به تابلوش، مرسی. ماسکیتر رو از عقب میندازیم، احتمال مگانایت و پرینس هست یا اسکالم. لاب رو میزنیم، جلاد همون ضربش به تاور میخوره، ولی خب خیلی مهم نیست و فهم میکنم جی جی بچه و جی جی. اینم از بتل بعدی. جلو مگانایت بچه اوایل کار سخت کمی، بله قبول دارم، ولی خب یکم حرفه‌ای تر بشین راحت تر این کارت دفاع میکنین، ولی خب در کل مگانایت بچه هوک سایکل رو اذیت میکنه، مثل پکا نیست بچه، مگانایت هوک سایکل رو اذیت بکنه، قبول دارم کار جلوش سخته بچه. خود منم کارم جلوی این کارت سخته، جلو پرو پلیرهای این دک پوزینش رو نباید میزد. هوگ رو میندازیم، فایربال آماده است، مینی پکا داره، یه ماسکیتر، یکاش ماسکیتر رو بچه از سمت چپ مینداختیم و اینجا مجبوریم از کانون استفاده بکنیم. نه بچه، یه فایربال میزنیم به همراه لاگ. بله اینجوری فهم کنم کار بهتری باشه. اینجا بچه من گابلین رو نمیندازم، دمیج بعدی میخورم، ولی خب یه سرقات با دمیج رو به جون خرید بشم. من اینجا نمیتونم گابلینم رو بندازم، چرخش کارتم به هم میخورم. یه کنان از اینجا اگر پوزه بزنه سری میریم برای حمله، سری حمله سند چپ که مینی پکا باید بندازه، ولی خب چون اکسیرش کمه دیر میندازه، یکی دوتا میزنه بوده من. چی بهتر از این؟ یا اسکالم بچه به همراه گابلین برای مینی پکا، اسکالم هم زنده بمونه و بتونه فایر اسپریت ها رو دفاع بکنم. خب الان نکته که خیلی خوبه اینه که ما از لان مخالف داریم بهش حمله میکنیم و این خب خیلی به نفع ماست. اینجا فایر بالا میزنیم یا اسپریت، برای این بچه من لاگ رو نمیزنم، یه هوگ میندازم که کمی کمتر دمیج بخوریم. لاگ رو نخواستم بزنم بچه، کنون از اینجا، خب ماسکیت رو از عقب میندازیم،
سری باید بریم برای حمله که احتمالاً گابلین هات بندازیم. سری بچه اونجا فایربال رو میزنیم. عجب فایربالی شده. مرسی بین فایربال و همراه لاغ. یه کانون از اینجا، ماسکیتر از اینجا، سری هوگ که اگر اسپلی زد هوگ ما به تابر بچسبه. بله هوگ میچسبه بچه. یا آسیس بدید بچه ها که بمب تابر به تابرم نخوره، بمب بالون به تابرم دمج نزنه. یا اسکالم، کانون، گابلین، ماسکیتر رو میندازیم. هیچ کاری نمیتونه انجام بده بچه. یا آسیس بدید از سند چپ حمله، گابلین هات باید بندازه اینجا، پرنیس انداخته، فایربال روی ویزارد، کنون آماده است برای بالون، احتمال خیلی زیاد این کار رو انجام بده. یه کنون پیشبینی چون میدونم بالون میندازه بچه. خب چرا این کار رو کرد؟ سریع حمله میکنیم ولی احتمال میدم اکسیر برای گابلین هات داشته باشه. پرنیس انداخت، یه فایربال باید جی جی باشه. جیجی رو باید بگیم، کارش تمومه. ماسکیتر و هوگ بعدی. بله بالون انداخته، مراد دفاع میکنه ولی اون نمیتونه دفاع بکنه و جیجی. اینم باتل جلوی این ده که خب دوتا کارت ساختمون داشت بچه. شاید شما اذیت میشدین ولی خب میشه با کم خلاقیت میشه بچه این دکار رو زد. با کمی بچه نداشتن استرس، آروم بازی کردن میشه وین رو گرفت، کار سختی نیست. آیس اسپریت رو میندازیم برای اینکه بازی رو شروع بکنیم. تومسون میندازیم. تومسونشو من فایربال نمیزنم، لاگ میزنم. خب گراویارد باشه خوب بچه ها. گراویارد اگر باشه، بله احتمالا گراویارده. از سمت چپ سری با اسکالن و هوگ حمله میکنیم. شروع با اسکالن و هوک چون خب تومسون نداره. اینجا اگر تورنادو بزنه کینگ تاور فعال نمیشه. ولی خب حریف پلیر خوبی بچه این نکته رو میدونه، برای همین تورنادو نزد. چقدر بچه ها به جا حمله کردم؟ خیلی حمله به جا بود. اینجا میدونم خب خیلی آسون دفاع میکنم بچه. اکسیر زیادی برای پویزن نداره، برای همین نمیتونه به موقع پویزن بزنه. خیلی آسون دفاع رو انجام دادیم. مهم نیست ماسک هم بمیره چون که خب بربر برل میزد. میخواست بربر برل بزنه بچه ها، دستش خورد تومسون انداخت و خب به نفع ماست. حمله میکنیم جوری که نتونه تورنادو بزنه بچه ها. و بله ترکیب زدمون رو خیلی آسون زدیم. ضعف دکریف رو پیدا کردم بچه ها. وقتی اسکلتون کینگ از عقب انداخت تومسون هم نداشت. خب من جوری حمله کردم که نتونه کینگ تاور با تورنادو فعال بکنم و همون هوگ بچه دمج خیلی زیادی رو بهش داد. گراویاردش رو بدون دمج دفاع کردم با کارت انداختن درست. میشه زد بچه ها ولی خب زده، واقعا زده. من روی وین دهم گرند چلنج این دک بهم خورد، زدم اومدم روی 11 ولی خب 11 رو هم بچه دوباره بهم فول زد داد. سر همین اذیت شدم و کلا خیلی سیزن قبل آخرش خیلی بد بود. وگرنه خب تا اواسطش اینو من تا 1000 بودم مشکلی نداشت، ولی خب آخر سیزن خیلی بهم سخت گذشت. خب اینم از این مود گرفتم روی بقیه اکانت ها. ولی خب بریم آنالیز بکنیم این مود رو ببینیم. حداقل یه معنی داره بچه ها، بی معنی نیست، مثل این زیاد جالب نیست این مود. ولی خب این حداقل معنی داره، معنی ترس رو داره. حالا یکم فانه و لژندری هم هست به نظرم، خیلی جالبه بچه ها. و این ایموت هم خیلی کیوته. ایموت مورد علاقه منم بچه ها، این که اکانت دوممونه. ایموت این اکانت سوم هم، آره ایموت هم اینجا نیست. اکانت اول و دوم هم ایموت زیاد دارن چون که خب پس رویالشون زیاده. ایموت مورد علاقه هم اینجا نیست بچه، این اکانت سوم هم. خیلی ممنونم بچه که تا به اینجا کار ویدیو رو دنبال کردین. گفتم اول سیزن یه ویدیو داشته باشیم با هوکسایکل و اینکه بهتون اطلاع بدم این سیزن قراره خیلی عشق بکنیم با هوکسایکل
و دوستتون دارم بچه‌ها. عشق دل منی، تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. اینم بگم در ضمن اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین و واسم کامنت بذارین. خیلی عشق میکنم کامنتاتون رو میخونم، مخصوصا این سری رفقا. واقعا لطف دارم به من میان توی گروه تلگراممون، توی پی وی به انرژی مثبت میدن. خیلی بچه‌ها عشق دل منین و من امیدوارم لیاقتتون رو داشته باشم. دوستتون دارم باشم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.